رضا، انجمن خانواده های پرواز PS752 هم با چند کتاب امروز اینجا در نمایشگاه تهران بدون سانسور حضور داره، از جمله کتاب نباید نوشته میشد و کتاب سرنوشت اپراتور که اردشیر طهماسبی پدر دو نفر از کشته شدگان این فاجعه، سعید طهماسبی و همسرش نیلوفر ابراهیم، به رشته تحریر در آورده. میخوایم بیشتر در مورد این کتاب با ایشون صحبت بکنیم. آقای طهماسبی، متشکرم از اینکه درخواست ما رو برای مصاحبه پذیرفتید. میخواستم بپرسم که چرا فکر کردید که روایتگری رو به شکلی کتاب در بیارید؟ ممنونم از دعوتتون. باشه، خدمت شما. همینجوری که اطلاع دارید، بیش از بالغ از 4.5 سال پیش سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بچه های من و همراه با 175 نفر مسافر بیگناه دیگه با شلیک موشک سرنگون کردن هواپیماشون و متاسفانه همه رو به قتل رسوندن و متاسفانه باز حتی بدون این که بعد از 3 روز اعلام کرده بودن که تقصیر ما نبوده، بدون این که عذرخواهی بکنن، تنها به این اکتفا کردن که اشتباه شده. و ما از همون لحظه اول در جریان به اصطلاح اشتباهشون بودیم که دقیقاً چرا میگن اشتباه شده. ما اعتقاد داشتیم و هنوز هم داریم به ثابت کردیم که این قتل، این فاجعه با برنامه‌ریزی قبلی و عمدن انجام شده، به اصطلاح اتفاق افتاده برای حفظ خودش این کارو کردن. و البته دادگاهی هم در ایران تشکیل شد که خود من هم در اون شرکت کرده بودم در چندین جلسه، و در نهایت هم ما میدونستیم که نتیجه دادگاهی ایران چه خواهد بود. و خیلی جالبه، یک نفر مثل گروهان قندلی که در حمله به دانشگاه تهران گرفته بودن به اسم به اصطلاح به خاطر دزدیدن یک عدد ریشتراش محکومش کردن به 2 ماه حبس، این آقای نویسنده، این آقای سرنوشت به اصطلاح اپراتور رو هم در نهایت محکوم کردن به 3 سال حبس و همین و این چیزا. و ما از همون اول در پیگیر قضیه بودیم، که پیگیر قضیه دادخواهی بودیم که مسببین اصلی، در واقع آمرین و عاملین، هر دو بایستی مشخص بشن و پیگیریمون هم ادامه میدیم و تا عمرم داریم پایداریم تو این قضیه. ولی به هر حال چون فکر کردیم که عمر آدمی، عمر همه آدم ها معدوده، گفتیم که این باید توی حافظه تاریخ هم ثبت و ضبط میشه.